به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بعد از ظهر همتان بخیر. آرزومند هستم همتان جرس حتماً باشین، لباس عافیت برتان داشته باشین. باز هم خوش آمدین در یکی از برنامه‌های دیگر رسم زندگی. برنامه خودتان آغاز شد و قرار است که تا ساعت 2:30 ما مهمان خانه‌های شما ایزان باشم. البته تنها نیستم، مهماندار هستم. پس شما هم ما را تا لحظات اخیر برنامه همراه باشین و تنها نگذارین. امروز می‌خوایم در مورد بلیچنگ یا سفید کردن دندان‌ها بیشتر صحبت داشته باشیم با دکتر احسان الله ستاری، معالج امراض جوف دهن و دندان ها. پس شما هم اگر مشکلی دارین و میخواین که همیشه دندان های سالم زیبا و همچنان یک لبخند زیبا داشته باشین، پس با دقت کامل برنامه را تا پایان اوقات لحظات پایانی برنامه همراه باشین و ما را تنها نگذارین. دکتر صبح، خوش آمدین در برنامه، وقتتان بخیر. من سلام با شما تقدیم میکنم و روز بخیری میگم به تمام مردم افغانستان و همچنان عرض تسلیت میکنم به تمام دوستا و وطنداره ما که دیروز در حادثه فجیع دوستای خود از دست دادن. ما به اونا بهشت برین برشون تمنا میکنم. زنده و سلامت باشین. خب دوستای عزیز، اگر میتونین که اگر میخواین که سوال هم داشته باشین، پل ارتباطی میان ما و شما و صفحه فیسبوک برنامه و چنان شماره تماس برنامه هست 0220-1093. میتونین که تماس بگیرین و زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت خوب را اختیار کنین تا مصادای شما ایزان را به درستی داشته باشین. دکتر صبح، در مورد بلیچینگ یا سفید کردن دندان ها میان در نخست یک تعریفی میداشته باشیم از شما. بسیار خوب، بلیچنگ یا سفید نمودن دندان ها یک موضوع زیاد نوام نیست و موضوع زیاد قدیم هم نیست. از زمانی که توجه مردم در قسمت زیبایی یا کاسمتیک بیشتر عطف شده، از وقت بالای موضوع هم سرمایه گذاری هم بیشتر صورت گرفته و توجه مردم هم بالایش زیادتر مخصوص شده. بلیچنگ خودش، اگر ما یک کوتاه تعریف از بلیچنگ داشته باشیم، خود بلیچنگ، اصطلاح خود بلیچنگ یعنی سفید نمودن یا سفید کردن می باشه که نه تنها در قسمت دندان ها معلومات خواستن، شاید در بخش آرایشی چیز هم خانم ها بلیچنگ چیزی داشته باشن شنیدیم نماشه و هم سفیده یک چیز هست بخیرم دیگه. بلیچنگ خود سفید نمودن مانا میتم و تعریفی که دکترای دندان برای بلیچنگ داره میگن بلیچنگ یا سفید نمودن دندان ها یک پروسیجر است که با استفاده از مواد کیمیایی یا شیمیکال اجنس، به خاطر سفید نمودن دندان ها ما از مواد کیمیایی استفاده میکنیم تا دندان ها سفید شود، که باز انواع مختلف خود داره. یکی کدام دندان چی رقم تغییر رنگ داشته باشه باز باید بلیچنگ شوه و یک موضوع میشه، ولی در عموم بلیچنگ خود سفید نمودن دندان است با استفاده از مواد کیمیایی که در ابتداها این کار تنها دکتر میکرد. بلیچنگ که پیش دکتر باید میرفتی دندانش سفید میشد، ولی امروزه تکنیک ها و تکنیک های دیگه هم هست که خود مریض هم میتونه در خانه از مواد هست که استفاده کنه تا دندانشون سفید شه. بسیار خوب، روی تاثیرگذاریش و روی مفید بودنش هم بیشتر صحبت میداشته باشیم، اما قبل از اون دکتر صاحب میشه روی انواعش صحبت داشته باشیم که با چند نوع هست. خود پروسیجر بلیچنگ تقسیم بندی شده به صورت عموم نظر به اینکه دندان زنده است یا دندان مرده. یعنی ما باز میگیم از لحاظ طبی نان وایتال توت و وایتال توت. اگر دندان زنده باشه، باز او به دو کاتگوری دیگه تقسیم شده که یکی چیر سایت بلیچنگ است که او در کلینیک توسط دکتر صورت میگیره و یکی دیگه شام هوم بلیچنگ است یا نایت گارد بلیچنگ است که او توسط مریض در خانه اجرا میشه. و اگر دندان زنده نباشه، دندان مرده باشه، اونجا هم باز دو نوع است. باز هم یک نویش چیر سایت است و یک نوی دیگه است اینترنال بلیچنگ یا واکینگ بلیچنگ است که دکتر در داخل دندان مواد میمونه و مریض میره. باز امین نوع نان وایتال شون باز به دو نوع دیگه است که نوع پلپ چمبر ان پلپ چمبر بلیچینگ است یا ان کراون بلیچینگ است که دکتر سایبای ما اگر برنامه رو میبینن، یک نویش است که مواد داخل عصب دندان گذاشته میشه ولی عصب دندان پاک میشه، و یک نوع دیگه است فقط دندان برمه میشه داخل تاج دندان مواد مانده میشه. ولی انواع از خاطر از این تقسیم کلاسیفیکیشن یا تقسیم ایب تقسیم مندی از خاطر از این شدم تا که دیده شد و ایتیولوژی چی است یا سبب تغییر دندان چی است، از باز بساس و سبب تغییر دندان دکتر هم تداوی مناسب و مختصر و عالی را به مریض خود انتخاب میکنه تا اگر نوی چیر ساید یا نوی که در نزد دکتر دندان باید بلیچنگ صورت بگیره، اون نوی هایی که در خانه مریض میتونه توسط نوی هوم بلیچنگ مشکل خود رفع کنه. از اون مخاطر کلاسیفیکیشن یا تقسیم بندی به می اساس صورت گرفته تا که معلوم شود دکتر کمک کنه که چی نوع دندان است، آیا دندان زنده است یا دندان زنده نیست، خو اگر زنده است کدام نویش خوب نتیجه میده.
و اگر زنده نیست کدامش خوب نتیجه میده. باز میکسف که ایشان هم خواست به خاطر به امی موضوع صورت گرفته. این بود چیزی که در داخل یعنی مربوط دندان میشه. باز وقتی که میایم به طرف خود پروسیجر بلیچنگ وقتی ما پیش میریم چهار ساید از باز انواع مختلف دیگه خود داره که در گذشته ها هیت بلیچنگ میشد توسط حرارت دندان ها سفید میشد وقت هم به عموم گفتم که بلیچنگ سفید نمودن دندان ها با استفاده از مواد کیمیایی از جمله مواد کیمیایی که به پیمانه زیاد به تمام انواع بلیچنگ استفاده میشه هیدروژن پروکساید است دو مواد دیگه هم نو امروز به میان آمده که کاربامت پروکساید است بسیار مواد خوب است نتیجه بسیار خوب داده و دیگه سدیم پربرات است در گذشته ها گفتیم هیت بلیچینگ بود توسط حرارت چی میگد کامپریسیو بلیچینگ بود و امروز لیزر بلیچینگ است توسط شعاع دندان سفید میشه دیگه به صورت عموم اما نوع زنده و غیر زنده بازی که بلیچینگ کدام چیش است انواع و چیزاش است دیگه باز مربوط میشه به اینکه دکتر سیوان کدام امکانات داره تمام امکانات را که در خود بلیچینگ به دیتیلز تقسیم بندی شده داره یا نداره ولی در کابل ما شما در افغانستان ما شما نوع لیزر الحمدلله که یک چیز ابدیت هست و میتونه در صاحب ما هم از مواد که به شکل خانگی یا به شکل هوم بلیچینگ است و هم از مواد که به شکل جیر ساید است از هر نوعش استفاده کنه بسیار خوب خب دکتر صبری انواعش صحبت کردیم حالا بیشتر روی نوعی که بیشتر میتونه تاثیرگذاری خوب داشته باشه روی دندان ها روی دوام دندان ها تاثیر دندان ها کدام نوعش است بسیار خوب قسمت بهتر است بگیم بر شما که اول خوب است بفهمیم که تغییر رنگ دندان چطور به میان میاد چی سبب میشه تغییر رنگ دندان به میان میاد تداوی زمان موثر می باشه که ما روت کاز تریتمنت کنیم یعنی دلیل ما پیدا کنیم باز بعضی تداوی کنیم مثلا خود کلاسیفیکیشن اتیولوژی یا اسباب تغییر رنگ سه چیز سبب تغییر رنگ میشه یعنی سه کلاسیفیکیشن تقسیم بندی شده یکی عوامل داخلی است عوامل خارجی است و نوع دیگه اکسترنال انترنالایزیشن است انترنسیک یا عوامل که به شکل داخلی تغییر سبب عظیم شده دندان تغییر رنگ کنه استفاده از دواها به شکل اتروجینیک یعنی دکتر سبب تغییر رنگ دندان ها میشه صدمه دیدن دندان وقتی صدمه میبینه داخل دندان خونریزی میکنه این امکان داره سبب تغییر رنگ دندان شود به شکل ولادی به شکل ارسی عوامل است که سبب میشه تا تغییر رنگ در دندان ها بمیان میاد کهنسالی دقیقاً یک دلیل دیگه است که سبب ایجاد تغییر رنگ در دندان ها میشه و این موارد است گفتیم استفاده از دواها خصوصا زمانی که مادر حمل می داشته باشه یک دوای خاص اندیبیتیک است و بالای طفلش در داخل شکم تاثیر سوی خود داره این تمام عوامل است که به شکل داخلی سبب ایجاد تغییر رنگ در قسمت دندان ها می باشه و عوامل خارجی هم است که باز عوامل خارجی زیادتر است و یکی از عواملی که زیاد سبب تغییر رنگ دندان رو در نزد وطن داره ما میشه عوامل خارجی است که استفاده از توباکو استفاده از نسوار است و عدم وظیفه درست مراد کردن است عدم رعایت نمودن درست وظیفه هست استفاده از کول درینکس ها یا بیوریج ها یا استفاده از غذاهایی که رنگ مصنوعی برش داده میشه تمام این چیزها عامل است کافی که البیخی یک مود شده اگر چیز داره تمام به شکل مود از کافی استفاده میکنن کافی به شکل نادرست استفاده کردن کلش عامل است که تغییر رنگ به شکل خارجی میشه و یک نوع دیگهش به شکل اکسترنال یا اکسترنسیک انترنالیزیشن است که خود رنگ یا خود استین یا خود می تغییر رنگ در خارج دندان است ولی در خود دندان یک دیفکت موجود است یک مشکل موجود است یک درز موجود است یا شکستگی موجود است یک فاصله گک اگر پر شده باشه ما بین مواد پرکاری و دندان موجود است باز امو استین یا امو رنگ خارجی میاد به طرف داخل دندان گیر باز به نام اکسترنسیک انترنالیزیشن انترنالیزیشن یاد میکنم این عواملش است هر کدامش مشخص با استادوی خود داره بعضشان باز بخی تداوی نمیشه مثلا در شک ولادی ما یک مشکل دیفکت هریدیتری داریم که به نام انامل دیفکت مثلا انامل هایپوپلازیا است هایپرمینرالایزیشن انامل است انامل جنس امپرفکت است دندو جنس امپرفکت است این مشکلات است به شک ولادی داخل دندان است دایی باز بلیچینگ هیچ کدام تاثیر نمیکنه از اون خاطر گفتم که اول باید دیده شوه که از کدام نوع است داخلی است خارجی است یا نوع سیوم است نوعش مشخص شوه باز بعد از تداوی صورت بگیره وقت تداوی نتیجه در بعضشان سفید نمودن کل دندان سفید نمیشه که ما بگیم اینی رنگ است این سفید میشه تمام
تمام انواع تغییر رنگ در دندان موجود است و کلشان سفید نمیشه. خود سفید نمودن دندان از خود استدبابات و عدم استدبابات داره که کدام دندان ما میتونیم سفید کنیم. پس از خاطر از اینکه ما تصمیم بگیریم کدام دندان، خوب است که ما اول بفهمیم که دلیلش چی است، کدام دلیل سبب ایجاد تغییر رنگ دندان شده، باز ما بریم به طرف سفید نمودن دندان. بسیار خوب، نکته خیلی خوب را اشاره کردن که هموطنان عزیز ما هم دچار سوء تفاهم نشن که یک بار نزد دکتر مراجعه کنن و ببینن که نتیجه درست نمیتاشه. خب دوستان عزیز، صحبت های ما با دکتر سفید ادامه داره، قبل از اون وقفه داریم. با شما هستم در ادامه برنامه. خب دکتر صاحب، میشه در مورد ای که کسای افراد هستن که بلیچنگ یا سفید کردن دندان ها بیشتر دوست دارن که دندانشان سفید چه و یک دندان زیبا داشته باشن، همچنان یک لبخند خوب داشته باشن، زمانی که بلیچنگ صورت میگیره باید چی نکات را اینها در نظر داشته باشن تا که تا یک مدت را یا همیشه که همون دندانشان سفید باقی مانه و یک حالت دوام دار؟ بسیار خوب، بسیار خوب خواهد بود که ما کوشش کنیم به طرف دندان خود خوب نگاه کنیم، خوب پروسه خود خوب مراعات کنیم، منظم برس کنیم، منظم از نخ استفاده کنیم تا ضرورت به این پیدا نکنیم تا ما از مواد کیمیایی استفاده کنیم تا دندان ما سفید شه. یک موضوع. موضوع دومی که رنگ دندان مهم است که اگر خود اگر دوستای ما از پیشان گدوت میشه از اعضای فامیل خود مشوره میگیره، اون یک متل دادری است میگه غذا بخو خود پسند، کالا پوش مردم پسند. در قسمت رنگ دندان ها، در قسمت ظاهر تنها نظر خود نه، اگر از دوستان انسان نظر بگیره بسیار خوب است. بعضی مریض ها پیش ما میان رنگ دندانشون نرمال میباشه ولی اگر فیلم های اگر خاندان رو دیده میباشن که رنگ دندان سفید است، باز میگه دکتر صاحب دندان هم سفید شوه. من خودم زیاد طرفدار چیز نچرال طبیعی هستم. وقتی اگر دندان رنگش طبیعی است امروی چهرهت میخوانه، بازی ضرور نیست خود دندان سفید کنی. پس از او خاطر میگم که اگر رنگ دندان تا نرمال است که رنگ صدفی رنگ نرمال دندان است، رنگ تباشیری رنگ نرمال دندان نیست، رنگ سفید سفید ما تو خوب برجسته یا مختخته سفید او یک رنگ نرمال دندان نیست، او یک چیز مصنوعی ساختگی برجسته معلوم میشه. پس رنگ نرمال دندان یک چیز صدفی، یک رنگ صدفی است، بسیار خوب است، امروی چهره خوب میخوانم. ولی اگر باز موضوع تغییر رنگ باشه، گفتیم بلیچنگ سفید نمودن دندان هایی که تغییر رنگ داشته باشه توسط مواد کیمیایی، نگفتیم که بلیچنگ سفید نمودن دندان های طبیعی نفشل که تغییر رنگ نداره، دیده شده که چی نوع تغییر رنگ است، باز بعد از اون اگر عامل داشت میتونه قابل تغییر باشه، یقینا نداشت یقینا بله. تداوی زمان موفق میباشه که دکتر امرای مریض، مریض امرای دکتر همکار باشه. در تداوی های عموما، تداوی خصوصا در مسلک ما یا استوماتولوژی یا طبابت دندان، تداوی زمان موفق است که 70% مریض امرای دکتر همکار باشه، 30% دکتر امرای مریض همکار باشه، یعنی 20% بیشتر مرود به مریض میشه. دکتر به مریض میگه که بیادر یا خوراک گلم خودت این ازی چیز استفاده کن، ازی چیز استفاده نکن، باید مریض هم کار کنه تا که این موضوع درست مراد شوه. زیاد کسا هستند دندانشان، یک چیز بگویم، بلیچنگ یک چیز دائمی نیست که از پیش وطندار ما مخالطه نشد. بلیچنگ یا سفید نمودن دندان یک چیز دائمی نیست، یک چیز موقتی هست. این موقتی میتونه که 2 هفته باشه، این موقتی میتونه که 6 هفته باشه، این موقتی میتونه 6 ماه باشه، این موقتی میتونه 3 سال باشه، ولی دائمی نیست. همین مدت مربوط به میشه که باز مریض چیکار میکنم. مثلا دکتر تشخیص داد که امی خوراک گل ما تغییر رنگ سببش استفاده از قهوه است، باش میگه که قهوه استفاده کم کو، بیخی بند نکو که اعصابت خراب نشه، کم کو، باز ما برات بلیچنگ میکنم. زمانی که این مریض استفاده قهوه را کم میکنه، دکتر به تصمیم بیمه دندان ازی سفید شوه. یکی به شکل هوم بلیچنگ یا دخانه به توسعه برش میکنه، برش از او قالب جور میکنه، دخانه خود از مواد سفنگ یا در کلینیک برش کار میکنه، او موضوعی دوگان است، تصمیم دکتر است. ولی بعد از او مهم است. بعد از او اگر مریض باز و معادت های ناپسندیده قبلی خود ادامه میده، خب معلوم دار تداوی موفق نشد، امکان دارد از روز 4-5 باز دندانش تغییر رنگ پیدا کنم و پروسیجر سفید نمودن دندان ها و هم در داخل کلینیک اگر زیاد صورت میگیره، او باز به دندان ها نقصان داره و مردم ما، وطندارای ما زیادتر میگن که سفید نمودن به دندان ها نقص داره. واقعیت است نقص داره، ولی زمان نقص داره که او به شکل غیر علمی، به شکل متواتر از او استفاده صورت بگیره، اون وقت است که باز به دندان ها صدمه میرسن. ولی راه های دیگه هست که مثلا گفتیم این مواد هایدروژن پروکساید یک مواد از سفید کننده است، نمیچام استفاده میشه از کالا را که چی میکنن سفید میکنن، دوام از این مواد وجود داره، وایتکس دوام از این مواد وجود داره، او غلظتش 30-35% است،
زیاد است. بسیار زیاد است. او اگر بالای جلد کدام جای بریزه، جلد میشورن. از اون خاطر در جریان کار باز گمبریر برش میگن از اون فهمه. حالا دو مواد دیگه گفتم سدیم پربرات و کاربن پرکسید بازوی قبالای خود انامل یا مینای دندان زیاد مشکل یا چی عوارض جانبی وارد نمیکنه. در عموم بلیچنگ یک تداوی دائمی نیست، تداوی موقتی است. و دومی که خوب است ما رنگ نرمال دندان خود از دوستای خود پرسان کنیم، از دکتر مشوره بگیریم، باز بازی بریم به طرف بلیچنگ و هدایت دکتر بعد از بلیچنگ بسیار زیاد مهم است. تا مو هدایت ما پیش ببریم، اما کدام هدایتی که برام میکنه، کدام مشوره‌ای که برام میده، کدام اینستراکشنایی که برام میکنه، مورا پیش برده می مقتی دفتن مقتی نخواهد بود. ان شاء الله چند وقت دندانای ما سفید خواهد بود. ولی اگر این کار نمیکنیم مشکل ما زیاد میشه، یعنی دوباره دندان ما تغییر رنگ پیدا میکنه و دفعه دوم شدیدتر از دفعه اول کرده باز دندان ما تغییر رنگ پیدا میکنه. دکتر صاحب، بلیچنگ دندان یک مرحله بسیار مهم است. فرد میتونه که یا نتیجه خوب بگیره یا که از بعد بدتر شد. اصطلاح هم میانه، اما رابطه یا همو تحت توصیه دکتر باید قرار داشته باشه. اما شما گفتن که به دو نوع است، یکی بلیچنگی که دندان، یعنی دکتر دندان انجام میده، و یه هم بلیچنگی که خود فرد انجام میده. این چگونه است؟ کدام تاثیر منفی نمیگذاره؟ گفتم در نوعی که در خانه صورت میگیره یا هم بلیچنگی برش میگه، او زیاد سیف است، زیاد محفوظ است. یعنی در اونجا صدمه دیدن دندان بسیار چیش پیکش کم است. اولی که دیده شوه که دندان یک دندان است یا چند دندان است، یک مسئله. و در اول که بر شما گفتیم دیده شوه که دندان نو زنده است یا نو مرده دندان است. اگر دندان نو مرده بود، خود دندان خوبی از خودش مرده. اگر دندان نو زنده بود، باز اینجا باز باید کمی تمرکز صورت بگیرم. از مریض قالب گرفته میشه در نوعی که دندان مرده باشه یا نان وایتال بلچینگ، اونجا باز کل دندان ها نهی باشه که کل دندان ها مرده وایتال نباشه یا زنده نباشه، فقط یک یا دو دندان میباشه. باز در این نوعش دکتر صاحب برمه میکنه دندانه. اما مواد بلیچنگ به شکل کریم وار یک چیز است، پودر وار یک چیز است، هم کریم هم پودر یک شکل داره که هم نوی پودرش است هم نوی کریمش است. یک نوی دیگه چه باز به شکل مایست که داخل پخته بالای پخته انداخته میشه، داخل دندان مانده میشه برای یک هفته یا دو هفته، بازو به مرور زمان دندان سفید میکنه. ولی خود تغییر رنگ داخلی اگر وقت برنامه کم است، باز انشاءالله سر برنامه بعدی سر پس خود کردیم، اگر تغییر رنگ انترنسیک باشه، منشی داخلی داشته باشه و وام نوع دندان مرده باشه، باز وقت دیده شوه که عامل چی است که این تغییر رنگ به میان اومد. یکی از عوامل عمده صدمه دیدن دندان خونریزی داخل دندان است. اگر ما این مشکل رفع نمی کنیم، دندان و قسمت امو عصب و رگ و چیزایش هست، ما او را اوس نکردیم، ما بلیچنگ کردیم، کار ما منفی است. اول دندان باید تداوی شود، داخل دندان پاک شود. باز بعضو دنای بیرونیشان به میشکل است. اگر دکتر صاحب تصمیم میگیره که دندان ها کلش تغییر رنگ داره، داخل کلینیک بر سفید میکنه، اول باید دندان ها پاک شود. وقتی که مریض آمد بالا چاکی بشی شروع اوت یک چیز نیست، دندان اول پاک میشه، باز بعضو مرحله بعد اول پاک کاری است، باز بعضو بلیچنگ است. و نوعی که شما پرسان که این دخانه اونجا به میشکل است، وقتی نیست که مریض خوب نان خورده باشه، باز بعد از او قالب بانه بر خود مواد پرت بلچینگ کنه، او به چه شکل است؟ بهش دکتر صاحب میرن، دکتر صاحب ازشان قالب میگیره از دندانشان، باز بر قالبشان یک مواد است پلاستیکی به نام استن برش میگه، باز یک ماشین دیگه سرجیکال گایدو را میگه گذاشته میشه، یعنی یک محافظ پلاستیکی برش جور میشه، یعنی یک قالب پلاستیکی بر از او ساخته میشه. این قالب پلاستیکی به مریض داده میشه. در بازار هم بلچینگ که تا وجود داره که هم به شکل پودر است که دو پودر با هم میکس میشه، و هم به شکل تفنچه ای است یا داخل سرنج یا پیچکاری مواد است انداخته میشه، بازو بالای دندان مانده میشه که روزانه 3 الی 4 ساعت هر روز باید این کار مریضا کنه، خصوصا از طرف شب بهتر است، چون از طرف روز فعالیت نمیشه باشن، از طرف شب 3 الی 4 ساعت باید از این استفاده کنن. ولی باز همراه دکتر خود در ارتباط میباشن، یک شخص از این استفاده میکنه میبینه دندانایش حساس شده میره مقابل سردی، باز باید همراه دکتر خود مشوره کنه. باز دکتر چیزی که برش گفتم میتونه این مدت کم مهنه باش میگه یک روز باید استفاده کن یا 3 ساعت استفاده کن، 1 ساعت 2 ساعت استفاده کن. اینی بسیار یک سوال بسیار خوب کردین. خود تغییر رنگ دندان ها شما را از 6 تا 12 ما میتونیم دندان سفید کنیم.
یعنی از شماره 6 تا به شماره 12 ما میتونیم دندان را سفید کنیم. از اون خاطر است که وقتی یک مریض پیش دکتر میره، اولین کاری که دکتر میکنه و تصمیم به بلیچنگ وقتی میگیره که من بلیچنگ میکنم، چی در داخل کلینیک چی در خانه، رنگی از اون مشخص میکنه. ما یک چیز به نام شیت گاید داریم، در اونجا کل رنگای دندان ها موجود است. اول رنگی که فعلا از اون ما مشخص میکنیم که بیبی یا بیادر گلم این رنگ دندان خود از داینه سای کو است، بلای نمی رنگ دندان خودم است، چقدر میخوای سفید چه و چند درجه میخوای، باز یک ورق دیگه است در اونجا رنگا هست. ما میخوایم دکتر صاحب به این درجه 7 دندانم سفید شه. گفتم از 6 تا 12 است، به درجه 7 یا 8 دندانم سفید شه. باز این ادامه داده میشه. این ورق اگر در خانه مریضی کار میکنه پیش مریض میباشه، هر روز چک میکنه، در روز پنجم ششم میبینه که دندانش دمو نمبرش آمد، باز از دیگه بیشتر استفاده نمیکنه. این درجه است، تا کدام درجه خود مریض میخواد. ولی اگر داخل کلینیک این کار میکنه دکتر صاحب، برش بلیچنگ میگه داخل کلینیک کال زیاد لیزر است، اول دندان ها پاک میشه، باز یک چیز به نام ایچ برش میگه بالای دندان زده میشه، برای دستان پس ششته میشه. بعضو چون گفتیم این مواد بسیار به بیره ها سوزانده است، بیره رو میسوزانه، باز بعضو گمبیر مانده میشه تا بیره صده من نمیبینه، باز این مواد مانده میشه، شعاع داده میشه، شعاع 15-15 دقیقه داده میشه. در یک روز فقط دو دفعه شعاع اجازه داره دکتر، زیادتر از او سبب عظیم میشه در دندان ها حساسیت پیدا کنه، از زیادتر از او اجازه نداره. بسیار خوب، صحبت های خیلی خوب داشتیم. چند لحظه که وقت مانده میخواییم که دکتر صاحب در مورد تفاوت بلیچنگ با لمنت در چی است از شما بشنیم. بسیار خوب، لمنت وینیر یا پوش های یک سطح برش میگم، او پوش است، او مواد نیست که مثل که گفتیم بلیچنگ میشه بالای دندان زده شوه یا لایت داده شوه یا لیزر داده شوه یا توسط حرارت، او یک چیز نیست. او دندان تراش میشه، قالب گرفته میشه، لابراتوار او را جور میکنه. او لمنت وینیر فقط یک سطح دندان پوش میشه. این موقتی است دکتر صاحب؟ این یک چیز دائمی است، این باز موقتی نیست. یعنی مواد کیمیایی نیست. دکتر صاحب میشه در مورد نتیجهش بگویم که بسیار نتیجه خوب داره. بسیار نتیجه خوب داره، ولی متاسفانه یک چیزی که هست در افغانستان لابراتوار نیست که از این یعنی در افغانستان وجود نداره. دکترها این کارو میکنن. یعنی میشه در افغانستان کار شه، ولی لابراتوری نمیست. باز از خاطر از اینکه لابراتوار بسازه یا پاکستان دکتر برای میکنن یا هندستان روان میکنن. در کابل بعض لابراتوار هستن میگن میسازیم، ولی من خودم شخصا بالاش اعتبار نمیکنم. شاید در قسمت طول هم عمر دندان ها هم بیشتر مفید باشه. وام از خود باز ان شاء الله اگر شده یک روز سر وام بس وام یک موضوع یک جداگانه است، بخش پروستنتیک میشه، و هم همون یک موضوع است. دیده میشه که دندان چرا ما دندان ها رو لمنت وینیر میکنیم، ما چرا دندان خود تراش میکنم. این یک سطح شد، اول خود دندان ما چرا تراش شده، یک دلیلی است من دندان خود تراش میکنم. مثلا بر شما گفتم اگر توسط بلیچنگ دندان ما سفید میشه، نور الان نور دندانم خود تراش نمیشه، فقط مواد میزنم دندانم سفید میشه. بعد از اون خوب دندانم متوجه میباشم دندانم تغییر رنگ پیدا نکنه. ولی اگر این تغییر رنگ به شکل باشه که توسط بلیچنگ نمیشه و سفید شه، مثلا گفتم به شکل ولادی انامل دیسپلازیا یک موضوع است، یا امل جنیزم پرفکتا او موضوع است، زمانی که به شکل یک موضوع ولادی است، یک مشکل ولادی است، زمانی که طفل داخل شکم مادر است، خود ساختمان دندان درست ساخته نمیشه، طفل که تولد میشه بزرگ میشه دندوناش تغییر رنگ میداشه باشه. او با توسط تشخیص باید شود که چی است، خود ساختمان دندانام ضعیف میباشه، او با توسط بلیچنگ سفید هم نمیشه و خوبم نیست سفید شود، چون خود دندان ضعیف است، تو بالای زود مواد تیزابی میزنی و دیگه هم وضعیت چه خراب میکنی. این وقت است که باز ما میریم به طرف لمنت وینیر یا کراون. باز لمنت وینیر یک چیز دائمی است، نصب میشه بالای دندان تا وقتی که هستین و شما باشه. بازم در اینجا باز خود همو مراد نمودن هدایت دکترم باز قسمت لونت وینیر مهم است. مثلا دکتر برش میگه که خب ایره ما پوش کردم، فقط یک سطح دندان پوش میشه، چیزم روش چک نمیزنی، اگر چک میزنی یا پوش مفته یا مشکنه دندانت مشکنه، اینی کپای خود داره. ولی یا هم بلیچنگ و هم لمنه وندویش یک موضوع بخش کسمتی که استریک دینتیستری است. باز انشاءالله اگر حیات باقی بود در روز بالای لمنه پینه هم کپ خود داره انشاءالله. زنده و سلامت باشین، بحث خیلی خوب با شما داشتیم جناب دکتر صاحب. خب دوست عزیزی بود داشته های برنامه امروز رسم زندگی که تقدیمتان کردیم در مورد بلیچنگ یا سفید کردن دندان ها. شما هم اگر دوست دارن که دندان های زیبا و لبخند خوب داشته باشین، پس نکاتی را که دکتر صاحب اشاره کرد متوجه باشین، و اگر میخواین که بلیچنگ را انجام بدین تحت همو توصیه های دکتر صاحب انجام بدین تا که یک نتیجه خوب و درست داشته باشین. تا برنامه بعد و دیدار بعد، شما را به خداوند پاک میسپاریم. لحظات اوقات خوش داشته باشین.